پدیده‌های فضایی مثل جت‌های پلاسما از اتفاقات خیلی عجیب و هیجان‌انگیز تو فضا هستند. وقتی یک سیاه‌چاله موادی مثل گاز یا ستاره‌ها رو به سمت خودش می‌کشه، این مواد به دور سیاه‌چاله می‌چرخن و انرژی زیادی تولید می‌کنن. بعضی وقتا این انرژی باعث میشه که ذرات با سرعت خیلی زیاد از دو طرف سیاه‌چاله به بیرون پرت بشن و جت‌های پلاسما به وجود بیارن. این جت‌ها شبیه به جریان‌های باریک و پرقدرتی‌اند که از مرکز کهکشان‌ها و اطراف سیاه‌چاله‌ها بیرون می‌زنند. مطالعه این جت‌ها به دانشمندا کمک می‌کنه تا بهتر بفهمن که سیاه‌چاله‌ها چطور کار می‌کنن و چطور انرژی زیادی در فضا پخش میشه. همچنین این اطلاعات برای فهمیدن چگونگی شکل‌گیری کهکشان‌ها و تغییرات بزرگ توی فضا خیلی مهمه. به طور کلی این جت‌ها به ما نشون میدن که در فضا چه اتفاقات بزرگی میفته و چطور انرژی در مقیاس‌های بسیار بزرگ جابجا میشه. یکی از اولین کسانی که به این نوع پدیده‌ها توجه کرد، ستاره‌شناس آمریکایی ادوین هابل بود که تلاشش در دهه 1920 سر و صدا به راه انداخت. هابل با استفاده از تلسکوپ‌های اولیه نشون داد که کهکشان‌ها در حال دور شدن از همن و جهان در حال گسترشه. این کشف به دانشمندان سرنخی داد که پدیده‌های پر انرژی در مرکز کهکشان‌ها ممکنه وجود داشته باشن. در دهه 1960 با کشف تپخترها توسط ستاره‌شناسان اولین نشونه‌های جت‌های فضایی دیده شد. تپخترها اجرام بسیار دور و پرنوری بودند که انرژی زیادی از خودشون ساطع می‌کردند. دانشمندان متوجه شدند که اینها از انرژی عظیم سیاه‌چاله‌های بسیار پرقدرتی تغذیه می‌شن که مواد رو به سمت خودشون جذب می‌کنن و جت‌های پلاسمایی عظیمی رو به بیرون پرتاب می‌کنن. یکی از نقاط عطف در دهه 1970 و 80 بود، زمانی که دانشمندان از تلسکوپ‌های رادیویی برای مشاهده دقیق‌تر این جت‌ها استفاده کردند. این تلسکوپ‌ها بهشون اجازه دادند تا جت‌های پلاسما رو در اطراف سیاه‌چاله‌های فعال مشاهده کنند. این پیشرفت‌ها باعث شد که اونا بهتر بفهمن این جت‌ها چطور شکل می‌گیرن و به چه نحوی به فضای عظیم اطرافشون پرتاب میشن. در دهه‌های اخیر با استفاده از تلسکوپ‌های فضایی مثل هابل و چاندرا، دانشمندان تونستن تصاویر دقیق‌تری از جت‌های پلاسما و سیاه‌چاله‌ها بگیرن. این مشاهدات نشون داد که این جت‌ها با سرعتی نزدیک به سرعت نور از سیاه‌چاله‌ها خارج میشن و میتونن هزاران سال نوری طول داشته باشن. این تصاویر به ما نشون داد که چطور سیاه‌چاله‌ها نه تنها ماده رو به خودشون جذب می‌کنن، بلکه بخشی از اون رو با انرژی بسیار بالا به بیرون پرتاب می‌کنند. در طول این سال‌ها تلاش‌های زیادی از دانشمندان کمک کرده تا درک بهتری از این پدیده‌ها داشته باشیم. هر مشاهده و کشف جدید به دانشمندان کمک کرده تا مدل‌های پیچیده‌تری از نحوه عملکرد سیاه‌چاله‌ها و جت‌های پلاسما بسازن و بفهمن که این پدیده‌ها چطور در تحول کهکشان‌ها و کیهان ما نقش دارن. حالا تو این قسمت از پاراگراف میخوایم داستان جذابی رو از دنیای علم و کارهای اخیر دانشمندان تعریف کنیم. به تازگی دانشمندان در آزمایشگاه فیزیک پلاسمای پرینستون که بهش PPPL میگن، موفق شدن تجربه ای جالب انجام بدن که شبیه به پدیده های فضایی و جت های پلاسماست که از سیاه چاله خارج میشه و توی کهکشان ها کشیده میشه. این آزمایش نه تنها تونست این جت‌های شگفت‌انگیز رو شبیه‌سازی کنه، بلکه به رمزگشایی فرایندهای تشکیل اونها هم کمک کرد. دانشمندان در PPPL از یک دستگاه خاص به نام توکاماک استفاده کردند که شبیه به یک دونات و برای مطالعه جت‌های پلاسما طراحی شده. توکاماک با کمک میدان‌های مغناطیسی قوی پلاسما رو که نوعی گاز داغ و بارداره نگه می‌داره. هدف این آزمایش این بود که شرایط شدید و سخت نزدیک سیاه‌چاله‌ها رو شبیه‌سازی کنه. برای این کار دانشمندا تکنیک‌های جدیدی رو برای بررسی چگونگی تعامل پلاسما با
با میدانهای مغناطیسی ایجاد کردند. یکی از پیشرفت‌های مهم نوع جدیدی از تصویربرداری به نام رادیوگرافی پروتون بود که با استفاده از پروتون‌ها تصاویر دقیقی از این تعاملات به دست می‌آورد. محققان با تابوندن لیزرهای قوی به یک دیسک کوچک پلاستیکی پلاسما تولید کردند و با هدف قرار دادن 20 لیزر به یک کپسول حاوی هیدروژن و هلیوم پروتون‌ها را به وجود آوردند. این حرارت شدید باعث شد تا واکنش‌های همجوشی رخ بده و پروتون‌ها و اشعه ایکس آزاد بشه که اطلاعات مهمی رو به دانشمندا داد. یک تیم تحقیقاتی موفق شد ساختارهای بزرگی رو مشاهده کنه که وقتی پلاسما در حال گسترش بود و با میدان‌های مغناطیسی برخورد می‌کرد به وجود آورد. این ساختارها شبیه جتایی بودند که به خاطر نوعی بی‌ثباتی به نام ناپایداری MRT شکل می‌گرفتند. وقتی انرژی پلاسما کمتر بشه، خطوط میدان مغناطیسی به حالت اولشون برمیگردن و جتای باریک و مستقیمی به وجود میارن. شبیه جتای پلاسمایی که از سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان بیرون میزنه. این کشف که توی آزمایشگاه انجام شد خیلی مهمه، چون یکی از نظریه‌های قدیمی دانشمندا رو تایید می‌کنه. حالا دانشمندان میتونن این بی‌ثباتی‌های MRT رو در شرایط کنترل شده آزمایشگاه آزمایش کنن و چیزهای جدیدی در مورد رفتار پلاسما در محیط‌های سخت و خشن مثل سیاه‌چاله یاد بگیرن. این یافته‌ها میتونن به دانشمندان کمک کنن تا پدیده‌های عجیب و پیچیده‌ای مثل جت سیاه‌چاله و ستاره‌های نوترونی و ابرنواخترها و تپخترهایی که بیرون میاد رو بهتر بفهمن. حالا که میتونن این جتا رو توی آزمایشگاه شبیه سازی کنن، دیگه دانشمندان میتونن مدل هایی که قبلا تئوری بوده رو بررسی کنن و اینطوری به درک عمیق تری از اتفاقات کیهانی با انرژی بالا برسن. این به ما کمک میکنه تا بفهمیم سیاه چاله ها و محیط اطرافشون چطور کار میکنه و در کل کیهان ما چطور کار میکنه. نتایج این آزمایش میتونه به بهبودهای بزرگی در شبیه‌سازی‌های پدیده‌های فضایی منجر بشه. مثلا با اندازه‌گیری دقیق بی‌ثباتی‌ها و نحوه تعامل میدان‌های مغناطیسی، دانشمندان میتونن مدل‌هایی که برای مطالعه انفجار ستاره‌ها یا بقایای سوپرنوا، بادهای قوی کهکشانی و حلقه‌های گاز در حال چرخش استفاده میشه رو بهتر درک کنن. این مدل‌های جدید به ما کمک می‌کنه تا بتونیم پیشبینی‌های دقیقی در مورد رشد کهکشان‌ها در طول زمان از بیگ بنگ تا الان داشته باشیم. این تحقیقات همچنین برای فهم یک پدیده مهم به نام اتصال دوباره مغناطیسی اهمیت داره. تو این پدیده خطوط مغناطیسی شکسته میشن و دوباره به هم وصل میشن و مقدار زیادی انرژی آزاد میکنن. این فقط مربوط به سیاه‌چاله ها هم نیست، بلکه برای فهمیدن انفجارهای خورشیدی و بقیه پدیده‌های فضایی که روی زمین تأثیر دارن هم مهمه. نتایج این آزمایش میتونه به پیشبینی این رویدادها کمک کنه و به ما اجازه بده که از ماهواره‌ها، سیستم‌های برق و فضانوردان در برابر خطرات احتمالی کیهان محافظت کنیم. در ادامه محققان PPPL قصد دارن آزمایش‌های بیشتری انجام بدن تا مدل‌های مربوط به رفتار پلاسما رو بهبود ببخشند. با استفاده از اطلاعات دقیقی که از این آزمایش‌ها به دست اومده، دانشمندان میتونن جت‌های فضایی رو با دقت بیشتری شبیه‌سازی کنن. یه بخش جالب دیگه از این تحقیقات تأثیرش بر روی مطالعات انرژی همجوشیه. همجوشی هسته‌ای نوع انرژی پاک و تقریباً نامحدوده که اگه بهش دست پیدا کنیم، میتونیم یک منبع پایدار انرژی برای همیشه داشته باشیم. با درک بهتر رفتار پلاسما و چگونگی کنترلش با میدانهای مغناطیسی، اینطوری کشورها و دانشمندا میتونن راکتورهای همجوشی مهم و خوبی بسازن و همون انرژی بی نهایت رو بهش دست پیدا کنیم. اهمیت گسترده این تحقیق در اینه که نشون میده پدیده‌های پیچیده کیهانی هم میتونن توی یک محیط آزمایشگاهی کنترل شده بازسازی و مطالعه بشن. انگار اتفاقات بسیار مهمی قراره در علم بیفته و ما انگار کیهان رو داریم توی آزمایشگاه شبیه سازی میکنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو
لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.